وطندارا خوش آمدین. خوب استین، بخیر. قراری بیننده های عزیز تلویزیون، السلام علیکم. برنامه شبخند است. خدا کنه تا آخر با ما همکار باشین و بیننده باشین. یک آدم میگه در دار دنیا فقط یک دانه مرغ کلنگی داشت، آنمو خانهشان بود، اولادشان بود، فرزندش بود، دخترش بود، هر چیزش آنمو مرغش بود. یک روز خدایی مرغ گم میشه، این همسایه را تک تک دی، او همسایه را تک، امو مرغ من نه بابا بیارده دی گلس مرغ از کجا شد؟ خو یک همسایه واس کرد، گفت چی گفت؟ گفت مرغ، گفت والا مرغت خو کالای خدا کشیده در دیگ بخار ما امام سونا کرده. همی گفت کشونیدی آدم هم طرف مرد خلاص. یک بچه و یک دختر دوست شد. همین دختر یک کم شکی شد، گفت عزیزی مرا دوست داری؟ او گفت چه تو دوست داری؟ بقرون گفته که دوست دارم که چی میگی؟ خو گفت که مرا دوست داری؟ تا آخر همه تو دوست می بگو بقرون که تا میزده این در مورده ایمان گفت دوست داری. خب بازی گفت خواهی کتیما رسی میکنی عزیزیم؟ اوه گفت خواهی از خاطر چی دوست دارم خواست خاطر خواهی گفت خواهی جانی نشو عزیزیم، این حال که کتیما که رسی میکنی باز من شرط دارم، همیار این شرط های بابیت قبول میکنم. بگو گفت شرط های تا بگو. گفت شرط مخاولی نمیسته که ما تو کارسی کردیم بوبوی مام کتی ما زندگی میکنه. گو بوبوی تا بیار مایندر تا بیار بوبوی مایندر تا بیار که ما تو بیغم چکر زدن بری واقع در خانه در قورت قرار پیم پانگ دیار. خو گفت عزیز منال ما تو خوب از تنها زندگی میکنی، ما کت پدر مادر یای تیر دیگه خوش نیستم. گفته کمش که پدر مادر از روزی که پیدا شدیم خدا راستی اونا مورا سایل کدر رایستم بیخی دلم از زده ما بیرسی تا بیرسی تا بیرسی. خو گفتی خوشت، گفت عزیزم بگو تیز بگو پشت عزیزم نگرد. خو گفت عزیزم اتر میکنیم خی که اینی بیادر آید بچه کاکایت یاید کتی ما هیچ سلام نه گفت ما غیر خودم کتی سلام علیک بکنم دیگه کتی هیچ کس غرض نداشته باش. خوب گفت یا هم سعی شد. خب قرا هلا قصه عروسی به تو گپا دیگه خالد جان هید تو مزه میتا که از دل جان. خب گفت عزیزم باز گفت من یک ذره باز آزاد هستم دیگه. خو ما خو بیز آزادی را دوست دارم دیگه. خو ما خو تو نیست که ما تو را قید میکنم در خانه. نه گفت ما کتی دوستایم یگان وقت چکر اترا میریم که باز در چی نکنی در سی مکدام ممانیت. نه گفت ما خو کتی هر دوستت که میری کتی بچا میری یا کتی دخترا؟ نه گفت کتی بچا کتی دخترا چی گفت. برو کتی هر کس که میری برو با پروانه. گفت آزادی را ما دوست دارم. گفت خی عزیزم سعی که یکان شو ناوخ میشه باز من هیچ نمیایم باز چی نکنی قار نه نه با او که همه بگو من شروع یفته برو تاقه رفته گم باش باز در وقت ها بگیم. این بچه دیگه ایت بی غیرت. خو همه قصه را کدم میره و گفتم میره و فرمایش دادم میره و بچه قبول کدم میره و ها 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 بالاخره گفت عزیزم باز مده این یارسی ها به ترا که رفتم باز که تیگان تا دست خود در کمرش مندازم رقص خارجی که سنی باز گفت زورت نتا نه گفت بار مقصد رقصی رقمی نکنی دی رقمی نکنی گفت دهی رقمی آستا آستا بازی کنیم برای ایج زور نمیتا. خود آخر بیخی که گپا خلاص شد گفت عزیزم خیلی دیگه تو که هیچ وقت روی تا مرا نشان ندی
حال چرا خیمه چرا کتی تاروسی میکنم که روی خدا نشانت ندم؟ گفت من کتو آره بیغیرت یه چاروسی نمی. خب بیندای عزیز میگه کادم صدا کرد گفتو زنه که یک ذره پنیر بیار. کمی پنیر بسیار خوب چیز است، برای جلد فایده داره، برای استخوان فایده داره، برای این مورای گردن فایده داره، برای این قیتکا و چارشاخای دست فایده داره، آینکای زانو را نرمال میسازه و پنجای پای تو میسازه و پلک چشم دراز میکنه. بان گفت مردک اینقدر تعریف میکنی پنیر نداریم. گفت کمش کو پنیر از پنیر که چیز خراب دیگه هیچ نیست. برای میده از میتش مشکل است، شکم خراب میکنه، اندام میپندانه، که مچه متو میکنه، که دندان خراب میکنه. گفت مردک من نفهمیدم کم پنیر خوب است یا خراب. گفت عزیزی مگه داشتیم خوب است؟ اگر نداریم دیگه چی یک روز در یک جای در آمدم، دور از مجلس و دور از بینندای ما و شما، یک آدم هم تو تمخص خرامه صدا کت سر ما، کلانم و مجلس هم بود. خب یک رقم مرا فامان که اینی کلگی را بی عقل بکشوند، یک مرا در جمع هوشیارا بکش. مرا گفت جلالی صاحب در این مجلس چند نفر برات انسان و آدم معلوم میشه؟ ما هم تو چرت زدم افتم صاحب دو نفر. ای تو خوش شد که برو خو یکیش البت مستم یکیش خودش. گفت کی و کیست؟ من گفتم یکیش مستم صاحب. خو گفت دیگهش؟ من گفتم دیگهش هنوز نامدم. های بینندای عزیز، یک وقفه کوتاه و با مهمان دوست داشتنی خود زود زود برمیگرد. بینندای عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگم. میگه یک آدم یک لودم لب سرک استاد است که موتر را تیر میشه و یک دست نمیته. یک تیکسی رست گفت استاد تو خوب که استاد کرد. گفت کجا میره؟ گفت خانه ما مره ببر. گفت خانه تان در کجاست؟ برو پدر نالت خانه ما را چی میکنی که خود؟ شما را در انتظار نمیمانیم. مهمان دوزدشتانی برنامه ما محترم انجینر صاحب قربان علی افضلی، خواهش میکنیم روی استیج تشریف بیارن. افضلی صاحب خوش آمدین به برنامه ما. خوش باشین، تشکر. خوب هستین؟ سلامت باشین. آرام هستین؟ لطف شماست. جانتان جور؟ میروان هستین. دیگه میمانا که می آمدم اونجا مرکز شی یک سلام علیک و یک قول می دادم. بله. مردی نبابا. زنانه رنی؟ مردی نبابا. بخدا. مگم خودت هیچ در قصه ما نشدی، اما تو موتروان بی برک واری تیج. آقای جلالی من از خانه اجازه ندارم کمرای مرد قول بتم. کاش که کلگی این ترگپای اسلامی را مراعت بکنه. بله، ما در کلام بسیاری را در خانه اجازه نمیتن، مگم در بیرو بازانه به اجازه کار میکنه. آقای جلالی اطراز که ما در کلان ما بود از نفره بسیار قدیم بر ما گفته بود دختر که کده بچه از سلام مالیکت و دختر نیست. میتونی با علاقمنده و دوستایت یک سلام مالیکی بکنی، بعد از او شروع میکنی برنامه. در قدم اول یک سلام گرم زمستانی خدمت آذرین تالار شبکه تلویزیونی یکت، یک برنامه مقبول زیبا را ساخته و در ضمن بر تمام هموطنان ما چین در داخل وطن و چین خارج از مرز است سلامم گرم گرم خدمت تقدیم میکنم و در ضمن غیر از این بر خواهر و برادرم که مقیم ایران هستند سلام جداگانه تقدیم میکنم. گرم از وام. اما تو گرم است که دیگه مقصد کسایی که در دوبای از سلامشان یختر که یک ذره و کسایی که در هوای سرد زندگی میکنه سلام گرم روان میکنم، وای که در جای گرم سیر هستن سلام سرد روان میکنم و یک سلام جداگانه برای ریاست برق کابل که واقعا در این سالا برق منظم ساخته و همه وطنان ما در سهولت برق زندگی میکنه، یک تشکری محکم میکنم. انجینر صاحب شما انجینر برق هستید؟
بله ما انجینیر برق هستم. چرا از برق توصیف کردین ما آدرس نه گرفتم. اون موضوع نبوده که من از برق توصیف کرده باشم. کل ما شما شاهد هستیم که در سالهای گذشته یا سالهایی که گذشتندیم موضوع برق بسیار مشکلات ها بوده. چی در زمستان پرچوی داشته، چی در بار پرچوی داشته، برق نبوده، مشکل برق زیاد بوده. کل ما شما بله شاهد بودیم. درست شد. خب در فلم هم کار کردی انجینیر صاحب؟ خبر شدیم. من نمیفهم که شما از کجا قضوت خبر میشین، چطور ادلا به دست میارین، هیچ نمیفهمم. در وطن ما شیطان زیاد است. الو امروزی چطور قال مقال خالد جان برآمده؟ نمیفهمم. کدام چیز خوشی نیده؟ یک چیز بادش کردیم. الو تو چی فهمیدی؟ البته چرا آقای جلالی، من زیاد خودم شخصا از خورترکی به هنر علاقه داشتم. علاقه زیاد که کم هم نی. واقعا فامیل ما برادرم یا رضایت به این نداره که من یک هنرمند شوم یا هنرپیشه باشم یا در سینما یا در بخش هنر دست داشتم. بر شکل شوه. اما در تقریبا 17 ساله بودم که سالش به یادم نقدر دقیق نیست. من در یک فیلم امروز سلیم جان شاهین کار کردم. نقش یک جاسوس ها داشتم. در فیلم بعد از بازیگری خلاص میشم، خانک میم و می رنگای سرخ که در سر لباس های من انداختن در جانم کالای میمانه. که همی آمدم مادرم گفت الله بچیم کی زدی تا؟ الله وقت بیادرم آمد گفت آلی بچیت فیلمی شده، تو بابیت فیلمی بود، بابا کلانت فیلمی بود، اگه دیگه در فیلم رفته بودی میکشمت. بسیار من از سکنجه کردن. اما خب بازم سر از با من عیا نکردم، بازم امو علاقمندی خود از دست ندادم. چی بی عیا آدمه؟ بله. و در زم در یک فلم دیگام در این سالای 84 ثبت شد که زیاد به من پیشنهاد دادن که تو باید در این نقش کار کنی. در اون فلم بازی کردم از طریق موسی جمال فلمی ثبت می شد. واقعا فلم خوب بود به نام دوست گمراه. در فیلم هم نقش بازی کردیم. در فیلم باشی مثلا در جمع کاراکترهای فیلم در بین فیلم یک آروسی مثلا از برادر شما میشه. بله. باز میتونی که رقص بکنی، اجازه داری؟ آروسی برادرت است مثلا در فیلم. خب طبعا دیگه وقتی که یک باز در فامیل اجازه داری؟ باز در اون وقت دیگه قول نمیتی؟ نه بابا بر تو قول نمیتی. اونجا باز در پیش مردا رقص میکنی؟ نه خواهش میکنم، مرا گفتن در پیش سیاسرا رقص کنین، اما در پیش مردانی. خب محفل سیاسرا خصوصی میباشنی، باز او جداست دیگه. من پیش مردا حق ندارم، شخصا پیش مردا ندارم. یک 60-70 دانه چادر رنگه نداری ما و بیادرا بپوشیم که یک رقص کنم؟ فکایی هم کدام وقت گفتی؟ طبعا فکایی حتما داریم. تو یک دانه میشه دسلاف بدی؟ چرا طبعا دسلاف حتما میتم. از یک قسمت شروع میکنیم، میگه یک چند دانه دیوانا را از یک ولایت در دیگه ولایت توسط طیاره انتقال میدادن. خب بالاخره یک در طیاره بالا کردن، دیوانا یک طرف تیاره میدوید، تیاره یک بغله میشد، باز این طرف میدوید، باز تیاره یک بغله میشد. خب گای پشت سر میرفتن، تیاره پوزش بلند میشد، یک دیوانه دیگه شامد پیش این تیاره بخی پوقانه واری بود. یکی شامد پیش تیاروان شیشت. تیاروان دید که بسیار بازم است. گفت بچهش، گفت تو گمی وشیار کل از یاستی، بخی همیار برو چپ شد بیادر. این پیلوت این پیلوت بود. این دیوانه دید که مرا بسیار افتخار بخشید، دقار از قاطع نفر مرا هوشیار ثابت کرد. رفت دیوانه دیگر را گفت بیاین که کلتان بریم تفریح میبرم تانم. خب کل دیوانه را درواز برد، در چند قباد آمد، دید تیاروان که هیچ گپ نیست، تیاره یک بغله نمیشه، تیاره ساکت مانده. از دیوانه پرسند که چی کردی که آرام شد بیاده؟ گفت چی کردم؟ دروازه رو باز کردم، کلش دولی شاندم. آی بینندای عزیز، باز یک وقفه کوتاه و زود زود برد. عزیز باز هم شما را خوش آمدید. میگم یک آدم میگه نقاد بود. بله. میفهمی نقاد چی است؟
شنیدم خواهم دقیقا مالای شده نقد میکد سر نوشتای مردم سر فلم مردم نقد میکد نقد نوشته میکد یه از یک دوکاندار دانه کوچه خود دایم قرض میگرفتی دوکاندار گفت تو بیادر تو چی کار میکنی تمام روز از ما قرض میگفت من نقاد هستم نقد میگیرم خودش گفت نقد میگیره از ما قرض برده رویز خب غیر انجینر برق و غیر در فلم ها که بازی میکنی دیگه چی هنر داری؟ دیگه هنر چی بگویم خب یک هنرمند تنها میتونه یک هنرمندی کنه اما من در غیر از او مثلا غیر از اینکه کارم میکنم در خود پروژه ما که پروژه ساختمانی داریم کار میکنم بخش لایتنگ شا پیش میبرم دیزاینری منزل شا میکنم و در پالوش در بخش خریداری است مارکتینگ است ده کلکتان ده چراغ است برای اون وقت پنج پنجه بود پنج چراغ حالا ده کلک ما ده چراغ است خو چطور است که یک نقش ما خودت بازی بکنیم؟ البته گرچه در نقش آمادگی ندارم آمادگی زیر نگرفتم نقش به امروید بازی کنم هم به خاطر که شما زیاد اظهار میکنیم و بیننده ها مشتاق قضی هستن که ما توی یک نقش بازی کنیم بله. من خود آماده هم میستم نقش شوهر و خانم پیشنهاد بجا بود بجا خواهش میکنم هیچ فرق نمیکنه که من خانم شما باشم نه دل جمع باشه هر کس از خود خوار و مادر داره مقصد یک نقش از بازی میکنه من میفهمم که نقشتان من نقش یک خانم بر شما دارم این نقش فیلمی است من دیست که به حلوا گفتن دان شیرین نمیشه که حلوا بوی دان شیرین شه و این دلتان جمع شد من تو را نمیگیرم خب شروع میکنیم خیلی نقشه آماده استی؟ او پری کجاستی؟ آ مرده که این جسم در تندورخانه با چلپک پخته میکنه دستت بیکار نیسته؟ یه الان سعی که دستم در خمیر از باشگاه رو امیره کنم خب امیره خیره پخته کنم به نمی آیم دیگه الان که دایم از دست تو نان شور خوردیم در وقت خمیر در بینی دست نزن گفتیم من شور میکنم چطور کنم شیر آقا جان شور میکنم از خاطر که تکلیف میده داری که رودای تم گروب گرفته حالا تو مچم زن هستی یا دکتر ما؟ حالا به خدا من خواهم مارم تستم هم دکتر تستم هم گفتی اگر تو زد آبرو مرده تستم مرده که میریم در جنگرگی شد دفعه گفتیم تا که بیجای از خانه نبرای بیجازیم از خانه نبرای رفتم چه وقت رفتم دست نبران آل خانگی رفتم من خود چوار دارم مادر دارم سیال دارم شریک دارم دوز دارم دشمن دارم من خود نعمت دارم از خاطر تو قرار در خانه بشینم از کل جای بی خبر باشم مرگز نگفتیم خانه دوست خوار و مادرت نرو او آدم کی بود و بروتی سرش گل مویاش داشانه که در فروشگاه دیده بدم دستی تو پیش روی 2000 کتیشیش نبودی الله در پشت وقت تو اومد میکنی الله در پشت وقت تو اومد میکنی بو بو مانن دو لچن من وقتی قدر هست میمانی یا نمیمانی ما چیم خود تو گفته بودی که الله خدشش ناره در خاک شدم مردکم آن خوب بوبوی گفته بود که من دختر ما در اینمی آسمان خراش میتومنی آن باب دراز شده دیگه شده الان بوبو جان الان روز خوشی نبینی ماره روز اول که من روزی مردکه رو نشون دادی گفتی بعد از نکاح جور میشه یخه گوت و استخان گشت آماده طلاق میتومه طلاق بله نه فرصت تو طلاق بده چلتا خواستگار دارم من خود در روی میدان نماندم خلال کرد بیشویی میموری که لایت بطاقه بس امیر شیر آقای که بردار سرم رخ میزنم من خود گفتم که اینم تو کت بوبو بوبوی تواره چل جای دیگه تار دوار بس نه من افتار دلاغ دارم بچه نم بوبوی نبیگی کی هستی اینجا بس
خب ایشیدم اون جایت گفت میزنم بس کنه باشی بس بیستم خواهدگار داشتم بس دبرای خدا ماندم یه چی را گرفتو بس ما پشیمانستم ما کسرت که تو پشیمانی تو چار تنگ قدار تو چار تنگ قدار برو از پشت اکس بابیم نکاح خطا تا کو بیار که مده بیار برو چیر چیرش کن الله اخو مار خود اخو میگیرم اخو مار نیست بس قرانه بالا نمندازی قرانه تو خو مار اعلان نمی کنی اگه مختر اعلان نمی کنی تو مار اعلان می کنی از دوشی دیگه تا اخو مار گرفته بود یا تو را نگرفتم بس از دوشی دیگه که تعلق گرفتم سید طلا را که برتاوردم چی بود خود زدم یک دو باخت و بهش رفت پشت کار قمار باز هستی شما هستی پر باز قمار باز هست کفتر باز هستی خوب ایره تو خوب هستی بس بس کل سرک و پسکتن در من خوب خوشت آمده بود بس اول که برای دو شش میشاندم دبل دبل لوت میاوردم در سر روی باز میکنی هر روز یک سیدی آرایشی نو نمیخوردی الله مردکه روز خوش نبینی کلمه دیگه بس نمی مردشو یک کونکم تورم کونه میکنم بسیار دیگه دیگه رقم چشم بودی دیگه چشم مقدس ما را دیده مخ دنیا را دیده مردم را دیدم او زمانهای سابق خلا شد که سر سندور میشندن نان میزدن چشم پارد خلا شد از دیگ نیستی، از کاسه نیستی، از کالاشیشتن نیستی تمام روز دای نمیل لبو روی چنگه هستی خب میکنم، برگه خوب میکنم میکنم، تو چی آوردی بر من؟ چی آوردی؟ دیگه چی بیارم او؟ قنچو مره میگه چی؟ تو سر من که بره میکنی؟ الله مردکه، تا دیگه هفته موتردی اینال اتو فکر کو که اینمی من موتر زد من مردم یک سات سر جنازیم گریان کو من دیگه خدا نخواسته مردیم الا خاکت جوان مردکا حالا وقتی که را می رفتی می گفتم کوک را می رفت حالا من در کس از قی سودا خلط سودا شوان حالا مردکا چطور کنم و خدا و مسلمانا حالا صدقی قدر دراز به نمودت بمرم مسلمان ها این مرد ما چطور کنم برو ششتای دیگره بیم حالا آی بلین دایز یک وقفه کتا و زود زود کتمی خانم خود برمیگرم دای عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم افضلی صاحب میگه یک آدم بسیار شکمبو بود یکی دیگر گفت کی را زیاد دوست داری؟ گفت هر کس کمی شکم مرا سیر بسازه گفت خو خیر یک دو ماه بعد من که پیسه‌دار شدم شکم تا سیر میسازم مرا دوست داشته باش نه والا گفت کار شکم از با قرض نمیشه شرکت اکرم اقبال لیمیتد 5 نوع جوس 4 رقم انرژی تازه وارد کرده ذائقه‌های مختلف مختلف و بسیار خوبش تو بگی یک مزهش بچش که گریان هم کدی نو از مردخانه آمدی خدا نخواسته منم یک ذره تازه شوم یام سرچپه آواز میشه سرچپه سرچپه گرفتی بوتل نه سرچپه آواز میشه نه دست میرسه قرار جانا الو چطور واقعاً یعنی واقعاً مزه‌دار با کیفیت با لذت آه چطور روزهای نوتایی باری میخوری؟
خب بله. این گریان و تمثیل و اعتراض شد کتی آهنگ و موسیقی و اعتراض موضوعات چقدر علاقه داری؟ آقای جلالی یه تبرد بگویم که آهنگ و موسیقی علاقه و دلچسپی دارم که مثلا بخوانم، اما تا بال در کدام جای مراجعه نکدیم، نرفتیم، تمرین ندارم. چک نکدی خدا که نی خو کتی خود خواندی؟ خب طبعا دیگه اکثرا در سر کار آدم زمزمه در بین خود میکنه یا پیش خود میکنه، خب هر کس آوازش بر خودش بسیار زیبا معلوم میشه زمزمه میکنه، در حالی که اگر چیز خوب باشه یا خراب. میشه از زمزمه هایتان ما را مستفید بسازیم؟ مثلا یا خواندن پیرانی قدیمی بچه ماشی را بخوانم. بچه ماشی ماشی بله. امروی موزیک بخوانم یا بی موزیک؟ دلت که تو موزیک میتونی یا خودت کدام موزیک مینوازی؟ مردانه بخوانم یا پیرانه؟ زنانه؟ شیر شکر کنش، یک دفعه مردانه یک دفعه زنانه. خاص ایست چه رقم خواندن یا داری؟ یه خواندن که قدیمی است که سابق در چی میکردن، لب پلوانا و زیر درخت ها و وادی توت خوردن ها. چی کده؟ دیل آور نبود بر علی که این ما میکنه درخت داره ششتم تا که تانست من علیت کرد گناه مست یک گناه شراب خور دیوانه. نه خو گناه تو و دیوانه، تو از کارت از دیوانه بتر کتی تیل درخت. صدقاً از خاطراتی که قدر عمر پشت سر گذشتاندین یکان خاطرهای جالب اگر قصه بکنین. جلالی صاحب تبرد بگویم خود زندگی از آغاز زندگی تا وقتی که آدم میمره کارش لحظه به لحظه خاطره است. اما بعض خاطره غم انگیز است و بعض خاطره است خوشحالی، خوشایند یا دوست داشتنی خوشی. یا خاطرات بیات ماندنی. یس. من هم میفهمم که کدام خاطری خبر قصه که خوشایند باشه؟ بشنیم یک شخص یقینا اطمان که برنامه شبخند است وقتی جیگر خونی را نداره با خاطر باید یک چی کنیم. یک خاطری خط از این فلم دوست گمراه را براتون قصه میکنم که در این فلم نقش یک قاچاق برا داشتم در زیر چادری. در اینجا موتر سوار شدیم رفتیم در چارکار رسیدیم خانه کاکا ستار نانمان خوردیم
بعد از اون یک بلوز دامن چارخانه برخواد جور کرده بودم، برخیاد داده بودم که قد مخوم تفاوت است. آه تو یک چادری جور کرده بودم، یک دسمال گرفته بودم که پشت سر کلوله شبه که سیر چادری. خب قد داری خدا مگه سیاسر می بودی تو، یعنی چقدر بلند می بودی؟ نقش فلم چی شد و دستار میکاپ کردیم و قیتک ها را انداختیم، چوریای ساختگی و کل چیز شد، ناخونه را ماندیم و بسیار اگستایل بالا زدیم. سی دانه موتر داشتیم به حساب که نقش فلم بود که موتر اول میه که از جور آمد نمیکنه، موتر دوم میه که از یه جور آمد نمیکنه، موتر سیومی یک بچه خامسال است، میگم بیا که امی موتر شام نوست امی را ببرم به حساب کشتن. این همین قسمت بود که دمی لب سرک استاده استم که ایواز که موترهای خود ما برم برک بزنن، مشتری های ناقکایی استاد میشه که بیا بالاشو بیا بالاشو. خب واقعا ما ایران من سم خاک در سرت من بریم از خود نال نامزادتا میای برین دیگه آلی ما هم نشناختن نشناختن که این مدل نقلر ریج زیر چادریست. دمی ساد بود که آقای جلالی که بچگک آمد و موتر خود موتر خود ما پری اول موتر اول آمد تیر میشد، از موتر دوم نامده بود، دیدیم که یک گله نفر از جا تیر میشه اگر صدا میکنه شوی ازی چقدر بی غیرت است، زن خود مانده که در فلم کار کنه، این بسیار بی وجدان است دیگه. واقعا من از زیر چادری گفتم خاک در سرم شد، تناز گفته اگان تا چی نشد وقت شوی مال شوی من از کجا کردم مال خودم مشوی هستم. میشه یک امو حرکت که زیر چادری بودی لب لب سرک میرفتی امو نازش یک بر ما یک خرامیدن کنی، بعد از اون میریم با وقت دیدید خاک بسترتان شبه چرا مره مجبور میسادین پشت ما گرفتین ایلای میکنین بینین دای عزیز یک وقت فقط که کوتاه داریم و با مهمان خود زود زود بریم. دای عزیز باز هم خوش آمدین، افضلی صاحب ده خانه آوردین. خواهش میکنم تا یک برنامه دلچسب مقبوله که واقعا مردم به هیت یک برنامه دلچسبی دارن به خاطر لذات شاد خود این قابل عزیز شدم باید ببینه. میشه فکای های آوردگی را اجرا بکنی یا یک بیان بکنی؟ یک چند دانه جوک و فکایی دارم، امیدوار هستم مورد توجهتون قرار بگیرم. بفرمایید. دو نفر اندیوالا بودن، هر دوشان دشار کار میکردن. زن یا مرد؟ هر دو دانه مرد بودن، زن نبودن، دو دانه مرد بودن. هر دوشان دشار زیاد کار کردن، هیچ کارشان جور نشد. یکی دیگه بعد دیگه خود گفت اندیوال گفته بخی یکی ما در اطراف بریم کار کنیم، یکی ما در پایتخت. هر کدام ما کار ما جور شد بعد دیگه خود اول میتیم. ای که در اطراف رفت دیگه از شار خبر نشد، یک وقت خیلی اطرافی خبر میشه که اندیوالش دشار است، تجار شده و بسیار پیسدار شده. آمد خبر شد یک روز یک ذره توت و چارمغز و سوغات و قروت و بگیر نمان آقا برای اندیوال خود آمدن اینجا پرسان کردن، گفت کیره کار داری؟ گفت فلانی خانه کار دارم. گفت چی بگویم؟ گفت دوست سابقت آمدن ای اول برازی بردن، گفت برین بیارین شه. ای آمدن بسیار بدرقه شد، عزت شد، نگه شد. یک چند روز اینجا بود، چند روز بعد گفت خواهی اندیوال من میرم رونده هستم. آی را بدرقه کردن، برازی گفته بود وادی که رفت یک دانه خر توفه بتین. خر توفه بتین، در اطراف خر کار میشه، خر توفه بتین. ای وادی که بر اومد امیجلا و خر را به دست ازی گرفتن دادن. گفت چیز؟ گفت که این توفه را از دست طرف دوستت بر قبول کو. گفت تو باش که تشکری ما مانده. پس خر امانده آمد گوه بیادر گفته گفته خود تا اندازه صد دانه خر بر مرزش داری، چی ضرورت بود به این توفه؟ مقبول دگیش هم شنویم. روز از روزا دو نفر دیوانه هر دوشان از امام مبر آمدن. از امام مبر آمدن، کالای ساق در جان ازیا بود. بعد دیگه خود گفت گوه اندیوال گفت دو مقبول شدی، دو یک مقبول شدی که قم مقبول شد دلمش که قم دو یک ماش بگیره. دوگیش گفت بله تو مقبول شدی بیا کردیم و یک ماش بگیریم. خب هر دوشان ماچکانی کردن، بعد از ماچکانی در بین ماچکانی الماسک شد. الماسک شد گفت به قرآن دیتی که خوب شدیم کدام اکسای ما را گرفت. ا
پیشتر میرن که دو دان آخر پالان سرخ در سرشان است. او دیگه ایش بعدی خواهیم گوهن دیوار چقدر چاپ شد. یک گوهدی قان است مریض میشن. ای بسیار نگران است که ای باد از سرمه ای چی چطو میشن. مال آلم برای کی باد؟ نه، ای زنش و دخترش برای کی میمانه. صدا میکنه که الا گل پیکای، الا گل پیکای دار گرفتم زوختم. بیزار حالم خراب است، مشم از ایتا و مبرایم، نمبرایم. بیزار مریض هستم، وای زرکه دوا کن. زرکه ای وز که دوا کنه، بیگه بلا در پست مردک خواب در سر بیز دفعه تو پشک عبدم بار جور شدی و ناجور شدی، باز جور شدی، باز بلا جورم جور میشی. ای دخترکش گفت، مادر جان، چه قزل میکنی؟ آخه چی گناه داره؟ علاقه بچه ایم ظلمای ازی بطو معلوم نیست. در جوانی لطای خوردم، لطای خوردم مثل خروار ملت میکرد. سوال کرد که خیر مادر جان، اشما حتما روشتان خوب نبوده که امتون لط میخوردین. بیچاره گناه داره، مریض است. ای مادرش گفت بیشی بیشی دیگه بطو گپ نمانده، تو گپ نزن، تو چی را میفهمی؟ تو باز بجای مبی باشی باز تو میفهمی. مادر جان کاش که مرد می بادم، کاش که برد می بادم، بیل می زدم، کلنگ می زدم، شاخی نمی گرفتم، خرمن دباد می کردم، کل کارا را می کردم. مادر جان دیگه صدقی چون بچی چارشکل درزداری نماز شکران ابخان بچیم بیستا خازگار داری جان مادر. مادر جان چی کنم بیزنان خازگاره؟ اون بیزنان خازگار چی بدردم می خوره؟ ما مرد می بادم، ریش می کشیدم، صوفی می شدم. در کوچه همو برایم کل بچه ها سروه سلام می کنند، صوفی کجا می ری؟ بچه ایم، ای در قصهش نشو اخلاق در خوب کل جوانه هست دوست. افضلی صاحب یک توفیه ناچیز داریم، نگین کارت است. قیمتش 4500 افغانی و 25000 افغانی تخفیف امتیاز داره. یعنی 4500 افغانی قیمتش است. در مغازه ها، در رستوران، در شرکت های هوایی نجا که میری قیمت که فیصله شد بعد از او کارت تنشان میتی. اما جایی که بایی در قرارداد دارن ایجا لست و نام یایش نوشته است، مغازه است، شرکت است، هتل است، هر جایی که است سعیست اوجه که رفتی بعد از او قیمت یا که فیصله شد نگین کارت برش نشان میتی، بعد از او از 1 الی 30% تخفیف برای خودت قائل میشه. مثلا تکت میخری 5000 روپیه میشه، ایره که نشان بیتی 4300 یا 4600 اما به تخفیف برات کم میکنه. تبریک و مبارکتان باشه. تشکری میکنم از این برنامه دلچسبتان، از این برنامه جالبتان و شخصا یک تشکری خاص از خودت میکنم که یک هنرپیشه موفق هستی که میتونی در قلبای مردم نشاط آفرینی کنی. الا زنده. یک چک چک به خاطر جلالی بکنیم. بیننده عزیز، ای بود برنامه شبخند و ما منتظر انتقادات و پیشنهادات و یگان طنز و فکاهی جالب شما هستیم. آدرس ما shabkhand@1tvmedia.com. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه ما و شما. تشکر میکنیم از افضلی صاحب که در برنامه حاضر شدند و برنامه را جالب ساختند و امید خداوند تا برنامه بعد. بدرود بفرمایید.